بیرون برم، برای کسی نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی خوشم به تو بیرون. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز برنامه نه به اعدام. من آرزو هستم و با یک نه به اعدام دیگر با ما باشید. بیست و پنجم اکتبر سالگرد ریحانه جباری است. این برنامه به ریحانه جباری اختصاص دارد. کلیپ این هفته در رابطه با ریحانه است. خدا از خودت به خودت شکایت بکنم. خدا ریحان، من ریحانم رو میخوام. خدا شله آب نسازی. آی خدا، من سردم نیست، مادر سردم نیست عزیزم. بگیر این مال بچه هاست، بده بهشون. نیم اصلا سردم نیست، اینو دارم. خدا کجایی تو؟ خدا چی بگم؟ آی خدا آی خدا
آی آی خدا آی ساعت چنده؟ بچم راحت شد، از شر اینا راحت شد، خلاص شد، بچم خلاص شد. سربندی اون دنیا میبینمه، با بچه ها کاری ندارم. سربندی تا زندم تو رسوایی شرکت میکنم. سربندی مرتضای سربندی تا زندم تو رسوایی شرکت میکنم. پرچم رسوایی تو بالا میبرم، با بچه ها کاری ندارم. بچه ها تو دوست دارم، بدبختی میبینیم ولی تو رو نمیبخشم. تو الان گفتم میبخشم اگر بچه هم بخشی داره. نمیبخشم، نمیبخشم، نمیبخشم. نمیتونم محمد، نمیتونم. شما ندیدین ریحانه منو امروز؟ آخه این بره بود، تب داشت، تب داشت بچه من، تب داشت. کی دلش رو بد اون بچه منو بکشه؟ کی دلش رو بد بچه منو بکشه؟ آی چه میگفتن امید؟ در این بخش از برنامه همکارم آرش مصاحبه داشته با شعله پاکروان و مهین علی‌پور در رابطه با گرامی داشت ریحانه جباری. شما عزیزانی که بیننده نبع اعدام هستید، من آرش راجی هستم و قصد دارم در این برنامه به ریحانه جباری و گرامی داشت ریحانه جباری بپردازم و تو همین زمینه دو مهمان عزیز داریم، خانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباری و خانم مهین علی‌پور فعال حقوق زنان از سوئد با ما هستند. سلام میکنم به شما عزیزان. سوال اولم خانم پاکروان با شما شروع میکنم. داریم به سالگرد اعدام ریحانه نزدیک میشیم. شما چه برنامه های عملی در دستور کار خودتون دارید برای گرامی داشته یاد ریحانه؟ من اول سلام میکنم به شما و همکارانتون و همچنین خانم علی‌پور مهمان عزیز و مخاطبین محترم این برنامه. برای سالگرد ما چند بخش برنامه داریم. یه بخش که به صورت سنتی برای هر فقدانی برگزار میشه توی ایران که معمولاً میرن مزار اون فردی که از دست رفته و بعد اقوام و نزدیکان میرن جایی دور هم هستن، شامی رو با هم میخورند و درباره اون عزیز از دست رفته صحبت میکنن. ما این بخش رو داریم. بعد از ظهر روز یک شنبه، یک روز بعد از عاشورا، سوم آبان،
به بهشت زهرا میریم، قطعه 98 ردیف 141 و شماره 13. اونجا جمع میشیم و یاد دخترم رو گرامی میداریم در کنار هم دیگه. اما بخش دیگری ما تدارک دیدیم که بیشتر به نوع تفکر ریحانه نزدیک بوده. حقیقتش چند ماه گذشته رو ما در این باره با بچه هام و همسرم، پدر مادرم و نزدیکانمون در این باره صحبت کردیم. من خیلی مایل بودم که کل به اصطلاح هزینه‌ای که قرار صرف این مراسم بشه به خیریه بدیم، یا به نوعی زندانی ها رو، دوستان سابق ریحانه رو، همخونه های سابق ریحانه رو در زندان شهر ری در حقیقت دور یک سفره جمع کنیم. اما متاسفانه موفق نشدم با مسئولین زندان در این باره به توافقی برسم. به همین دلیل چند زندانی رو که از قبل باهاشون در تماس بودم باهاشون تماس گرفتم، بهشون مبالغ کوچیک کوچیکی رو دادم و ازشون خواهش کردم که درست روز سوم آبان و نه روز قبل یا روز بعدش نهار یا شام رو یک سفره بندازن و 8-9 نفری، 10-12 نفری، هر چند نفری که میتونن، اون فردی که من بهشون پول رو دادم غذا بخره و اونا رو دعوت کنه. در حقیقت کپه 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 این زندانی ها دور هم بشینن و برای ریحانه، به یاد ریحانه، چون مطمئنم ریحانه خوشش می اومد به اینکه در قضا زندانیان دیگر رو شریک کنه، به خصوص توی شاید 6 سال آخر عمرش هم سفره های دائمش دختران کارتون خواب بودن، کسانی که ریحانه داستان زندگیشون رو برای من می گفت و بعضیشون که آزاد می شدن منو وادار میکرد که دنبالشون برم. به نوعی آقای آرش این چند سال آخر من یک سری دوست جدید پیدا کرده بودم، دوستان به اصطلاح هنری یا فرهنگیم رو کمتر میدیدم تا دختران و زنان زندانی که آزاد شدن یا خانواده هاشون. و همچنین دو تا پناهگاه حیوانات. ریحانه قبل از این که به اصطلاح از خونه بره و دستگیر بشه توی کوچه و محل اگر سگ یا گربه بیماری رو میدید میآورد خونه، ازشون پرستاری میکرد. طوری بود که دو تا دامپزشک ما درست سر کوچمون بود که یکیشون انقدر ریحانه این سگ و گربه های تصادف کرده یا بیمار رو برده بود پلوش که اون دکتر دیگه گفته بود که ازت ویزیت نمیگیرم و فقط بخشی از پول دارو رو میگرفت. من دو تا پناهگاه رو بیشتر نتونستم تماس بگیرم که درست روز سوم آبان یک وعده غذای دو تا پناهگاه و فقط برای حیوانات زخمی و بی پناه باز غذا میدیم و همچنین یه قرمه سبزی. حالا نمیدونم اصلا گفتنش تا چه حد میتونه به درد این برنامه بخوره، ولی تعداد زیادی از زندانیا خواب ریحانه رو دیدن که دلش قرمه سبزی خواسته و من تصمیم گرفتم که قرمه سبزی منو ظاهرا دوست نداشته که من میپختم، چون توی زندان گفته مامانم قرمه سبزی خوشمزه نمیپخته. من دلم میخواد، دلم قرمه سبزی مادر بزرگم رو میخواد، ولی مادرم شرایط روحیش و جسمیش یاری نمیده. به همین دلیل یکی از مادران کشته شدگان 88 به من قول داده که از دوم آبان بیاد خونه ما و بساط پخت و پز قرمه سبزی رو راه بندازه و ما قرمه سبزی رو فقط برای کودکانی که سر چهارراه‌ها یا مردان و زنانی که سر چهارراه‌های
اطرافمون گل میفروشن، فال میفروشن، گدایی میکنن، اسفند دود میکنن، این قرمه سبزی رو برای اونا میبریم. امیدوارم که ریحانه راضی باشه. خانم علیپور، من سوال بعدیم از شما است، ضمن خوش آمد به شما. شما عرصه فعال زنان هستید و چهره شناخته شده ای هستید در این زمینه. به طور کلی فعالیت های علیه اعدام به خصوص پرونده ریحانه جباری چه ارتباطی به فعالیت های شما پیدا میکنه؟ من در شروع صحبتام سلامی گرم دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون نب اعدام و همینطور به خصوص خدمت خانم پاکروان. واقعتا با صحبتایی که ایشون در اول برنامه کردن در برابر این همه افکار انسانی و قلب مهربون و بزرگ، خودم و الان خیلی کوچیک میبینم و خوشحالم که منو دعوت کردن که در کنار ایشون باشم در این برنامه. و صحبتی که من میکنم همطور که خود شما گفتید، ببینید من از حدود میشه گفت 18 ساله که به مسائل زنان میپردازم توی کشور سوئد و از زمانی که اومدم نتونستم که این کارو نکنم، به خاطر که من فرار کردم سال 67، چون دیگه دوره‌ای بود که شروع کردن به یک سری دستگیری‌های دیگه. ماها بخصوص چون دانشجوی چپی بودیم، از زمان انقلاب شناخته شده بودیم. خود من مهندس بودم، وقتی که میرفتم سر کار مشروط منو پذیرفته بودن و به من میگفتن شما مرتبا چک میشید و منو استخدام نکرده بودن، هر روز یک تهدیدایی میکردن به قول من، به خاطر اینکه دانشجوهایی که هم دوره من بودن اکثرا اونجا رئیس و رؤسا و معاون شده بودن و کاملا ما رو میشناختن. و به همین خاطرم سال 67 ما مجبور میشیم که فرار کنیم متاسفانه. و وقتی که اومدم اینجا، چون موقعیت بهتری هم داشتم نسبت به سایر پناهجوی دیگه، اون مشکلات خاص رو نداشتم، ولی با این حال نتونستم که ساکت بشینم و فقط به زندگی خودم بپردازم. و چیزی رو که جالبه من خوب اینجا براتون تصویر کنم و تعریف کنم اینه که زمانی که ما اومدیم اینجا، بالفرض وقتی میخواستیم از مسائل زنان تو ایران صحبت کنیم، میگفتن اینجا جاش نیست، حتی خود اروپایی ها. یعنی قضیه این کمپین های بین المللی و فعالیت های بین المللی و جهانی هنوز جا نیفتاده بود و اونجا یک کمیته درست میشه به نام، در سال 93 میلادی میگم من، که حدودا شاید بشه، من فکر کنم فارسیشو نمیدونم، ولی به طور کلی کمیته برای دفاع از حقوق زنان درست میشه که ما چند هدف داشتیم. هدف بزرگ اون کمیته این بود که ما الان باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیم کاملا ضد زن به دنیا معرفی کنیم، چون به هر حال ماهایی که شلاق جمهوری اسلامی روی گرده هامون خورده، خیلی راحت تر میتونیم که این افکار رو در جامعه بسازیم و همینطور اگر لازم شد به دولت ها فشار بیاریم، به امکانات بگیریم پیرامون این جنبش. یک هدف مهم ما افشای جمهوری اسلامی بود و کمک کردن به مبارزات زنان در ایران برای رهایی. و همین خاطر وقتی که ما شروع به کار کردیم اینجا، علاوه بر اینکه در رو به ایران کار میکردیم، مجبور شدیم که کمک کنیم به زنانی که از ایران و کشورهایی که از اسلام قوانینش برخوردار شده، به قول معروف از اسلام سیاسی فرار میکنن، از فرهنگ مسالار فرار میکنن، اینجا ما بتونیم به اونا کمک کنیم، چون اونا باز یک سری شما سنتون کم، ولی به طور کلی بین دهه 80 و 90 مهاجرینی که از خاورمیانه می اومدن به کشورهای اروپایی خیلی بیشتر بود، برای فرار از جنگ، برای فرار از دولتهایی که تاثیر گرفته از اسلام و همینطور فرهنگ مرسالار و غیره و فقر حتی و بیکاری. و این کشورهای اروپایی با افرادی که از خاورمیانه به خصوص میان مواجه شده و یک فرهنگ دیگه، و همین خاطر کاری رو روی دوش ما گذاشت که این فرهنگ رو به این جامعه، فرهنگ مرسالار اونجا رو که در بسیاری موارد قوانین ازش حمایت میکنه، به جامعه بشناسونیم و باعث بشه که روی قوانین پناهندگی و غیره تاثیر کنه و قوانین بسیار دیگه. ولی خب حالا برمیگردم به سوال شما، من مجبور بودم این مقدمه رو بگم که شما بدونید که به هر حال حوزه کارهای ما در چه زمینه‌ای بود. و در این رابطه هم ناگفته نمونه، تلویزیون ها درست کردیم، رادیو ها درست کردیم، نشریه ها درست کردیم، سمینار ها و کنفرانس ها و جلسات بین المللی میذاشتیم رو به دولت ها، رو به اتحادیه اروپا و همینطور در سطح کشورها.
و بعد میرسه به اینکه آیا این جنبشی که من اسمشو میذارم جنبش دفاع از حقوق زنان، که ما واقعا برابری بدون قید و شرط بین زن رو خواهان هستیم، میتونه ربطی داشته باشه به جنبش علیه اعدام، میتونه ربطی داشته باشه به جنبش دفاع از حقوق بچه ها یا جنبش های دیگه؟ من کاملا اینو میخوام بگم که بخصوص در رابطه با ایران، اگر کسی متعلق به یک جنبش هست نمیتونه متعلق به جنبش های دیگه نباشه. اینها مثل بافتهی به هم پیچیدن که باید به هم کمک کنن تا اینکه به هدف خودشون نزدیک بشن. کسی که مدافع حقوق برابر بدون قید و شرط برای زنه نمیتونه تنشو به جنبش علیه اعدام نزنه، نمیتونه تنشو به جنبش برای دفاع از حقوق کودک نزنه. به همین خاطر میشه گفت که این به یک صورتی در جنبش ما خودش جا داشت، و بخصوص در رابطه با ریحانه جباری، دختر جوانی که در موقعی که داره از خودش دفاع میکنه، این مسئله خاص ما میشه. که بعد حالا بعد من میتونم تو فرصتهای بعدی اگر به سوال شما بر میخوره که ما چه کارهایی کردیم اینو من توضیح بدم، ولی به هر حال کمپین بین المللی دفاع از ریحانه جباری و به هر حال متاسفانه خوب به جایی نرسید، ولی در اون مقطع ما بسیار امید داشتیم که میتونیم تاثیر بذاریم. میشه گفت که در دستور کار ما، در دستور روزانه کار ما قرار گرفت و هیچ ما مغایرتی با این جنبش نمیدیدیم. خانم پاکروان، سوالم از شما اینه که آیا مسئله ریحانه، منظورم قربانیان تجاوز جنسی هستش، تأثیری تو سرنوشت بقیه دخترهایی که دچار این سرنوشت میشن و این مسئله رو دارن داشته؟ ببینید، به نظر من اگر مسئله ریحانه در همین حد بمونه، نه، تأثیری نداره. مثل یک جرقه بود که روشن شد و تموم شد، چون که متاسفانه اعدام ریحانه به معنی پاک کردن صورت مسئله بود. اما برای شخص من اینطوری نیست. من به عنوان بازمانده ریحانه، به عنوان مادرش و همچنین یک شهروند ایرانی، از دست دادن ریحانه یه بخش به اصطلاح اون دردهای مادرانه منه که اون مربوط به خودمه و نمیخوام جامعه رو درگیرش کنم، ممکنه که حالا دوستان نزدیکم درگیرش باشن، ولی یک بخش دیگش هست به عنوان یک شهروند و یک کسی که به هر حال من چون توی به اصطلاح بخش فرهنگی این مملکت کار کردم و انشالله از این به بعد هم ادامه خواهم داد، موظف میدونم خودم رو که مسئله ریحانه رو از خانواده دیگه خارجش کنم، یعنی بخش مادرانه رو کاملا محدودش کنم و برسم به خواسته این دختر. ببینید، ریحانه توی 7 سال و 4 ماهی که زندانی بود، حداقل تا 2 سال آخر امیدوار بود به اینکه قوه محترم قضاییه به دردش برسه و کشف کنه حقیقت رو و کشف کنه ظلمی که به این دختر شده. با صبوری تحمل کرد. متاسفانه سال آخر ما دیدیم که چقدر مقاومت هست در مقابل اجرای عدالت. شما فکر کنید کجای دنیا 2 نفر دعواشون میشه، هر دوتاشون دارن میگن رأیی که شما دادین ابهام داره، این پرونده ابهام داره، و بعد دادگاه و قوه قضاییه اصرار بر اجرای حکم خودش داره. شما ببینید، 1 هفته قبل از اعدام ریحانه، جلال سربندی در حضور مسئولین دادسرا و اجرای احکام اومد ریحانه رو دید. حالا شرح اون برخورد بسیار محکم ریحانه با جلال سربندی رو انشالله در فرصت دیگری من میدم، به طوری که ریحانه با دست‌های بسته، طوری که اینجوری مثلا گوشه روسریشو می‌گرفت،
با کلامش و با منطقش جلال سربندی رو به گریه انداخت. این چیزیه که من در روز قیامت هم و تا روز قیامت هم این رو شهادت میدم. ریحانه تو خونه من انقدر قوی نشد، ریحانه توی زندان اوین و شهر ری انقدر قدرت پیدا کرد که من هاج و واج نگاش میکردم که این بچه واقعا بچه منه، بچه ای که من مرتب تر و خشکش میکردم، مرتب دنبالش بودم مثل هر مادر دیگری. اینکه از سنگ انگار ساخته شده. ریحانه این اتفاق براش افتاد. اگر من بازمانده و دیگرانی که دل در گروه اجرای عدالت دارند دست به دست هم ندیم و دادخواهی نکنیم، مطمئن باشید که بارها و بارها این تجاوز تکرار خواهد شد به دختران نازنین دیگری و مادران دیگری. همین راهی رو که من رفتم اونام خواهند رفت. برای مثال اتفاقی که چند ماه پیش در مهاباد افتاد بسیار شبیه بود به مسئله ریحانه و من به عنوان یک هنرمند بهش نگاه میکنم، میگم در اون لحظه‌ای که اون دختر فریناز دستشو از تراس ول کرد و چهار طبقه اومد پایین و واقعا یک مملکت رو به حیرت وادار کرد، به چی فکر کرد؟ من میدونین چی مجسم میکنم؟ من این رو مجسم میکنم که یک کسی شبیه مرتضای سربندی توی اون اتاق بود و این دختر میدونست که زورش نمیرسه به اون مرد، مردی که هنوز هم ما میبینیم پنهانه. دختر عین ریحانه فرار میکنه به تراس. من فایل صوتی از ریحانه دارم که میگه که دولا شدم، خواستم خودم رو از تراس بندازم پایین طبقه پنجم، ولی ترسیدم، ولی نکردم این کارو. چرا این کارو نکرد؟ بخشیش من میگم امید داشت به اجرای عدالت، امید داشت به اینکه قانون و مجریان قانون ازش حمایت میکنن، به عنوان یک دختر جوان که توی دام یک مرد میانسال با زن و بچه پسرش، یه مرد گنده است دیگه. شما فکر کنین سربندی الان چند تا نوه داره. ریحانه به این امیدوار بود و خودشو از تراس ننداخت پایین، اما فریناز عاقبت ریحانه رو دیده بود، اونم رفت از طبقه چهارم خم شد پیش خودش. شاید یه لحظه مثل هر انسانی، مثل هر دختر و پسر جوونی دلش زندگی میخواد، جوونا عاشق زندگی هن. شاید یه لحظه تردید کرد که بندازم نه برگردم، قانون از من حمایت میکنه، ولی شک ندارم که در اون لحظه خاص ریحانه به جلو چشمش اومده و فریناز خودش رو در لباس ریحانه دیده. شکنجه هایی که به تن و بدن نازنین بچه من وارد شد و فریناز احتمالاً خونده بوده و شنیده بوده روی تن خودش مجسم کرده و بعد تهمت‌ها و افتراهایی که براش اتفاق افتاد و خودشو انداخت پایین. به نظر من آقای آرش تنها در صورتی سرنوشت ریحانه میتونه روی به اصطلاح دخترانی که در معرض تجاوز قرار میگیرن یا در شرایطش قرار میگیرن کمک کنه، که ما به عنوان دادخواه خواستار این باشیم که همچنان ابهامات این پرونده، با وجودی که دیگه حاصلی از نظر زنده کردن ریحانه نداره، اما ابهامات این پرونده باید رفع بشه و عدالت اجرا بشه. در این صورت بله تأثیر میذاره، در غیر این صورت هیچ. یک دختری به دنیا اومد، اتفاقاتی براش افتاد، رفت زیر خاک و چند سال دیگه کاملا از ذهنها فراموش میشه. خانم پاکروان ببخشید وقت برنامه‌مون کمه، من صحبت‌های شما رو قطع می‌کنم. من یه سوالی از خانم علیپور داشتم و می‌خواستم بپرسم که شما برای نجات جان ریحانه جباری چه فعالیت‌هایی تو سطح بین‌المللی انجام دادید؟ فقط خانم علیپور ما وقت زیادی نداریم، لطف کنید کوتاه بفرمایید.
بله حتما، فقط من اینو در جواب خانم پاکروان بگم که ریحانه از بین نرفت، در قلب همه ماست. من یه دختر دارم که به سن سال ریحانه است و واقعا در این سوگ بزرگ ما رو شریک بدونه. گاهن وقت خودم رو جای ایشون میذارم، اون میشه گفت نوک تیز چاقو رو توی قلب خودم حس میکنم. ببینید، همونطور که خانم پاکروان توضیح دادن، سه مورد خاص توی کیس ریحانه بودش. یکی که یک سیستم قضایی ناعادل بود که واقعا پرونده رو به طریق خیلی ناعادلانه بررسی کرد و میخواست که ایشون به هر حال اعدام بشه. دوم اینکه خود مسئله اعدام انسان ها، من خودم فکر میکنم نباید اعدام بشن. یک بار زاده میشن، اگر جرمی هم کردن باید مجازات بشن، که در مورد ریحانه اصلا این جرم نبود. و سوم اینکه دختری بودن که در حین دفاع این مسئله صورت میگیره. من روز جمعه جایی دعوت شده بودم، کنفرانسی دعوت شده بودم توی یکی از بیمارستان بزرگ استکهلم، که اینا یک بخش بزرگی رو برای رسیدگی به افرادی که بهشون تجاوز میشه درست کرده و تبلیغ داشتن پیرامونون، که حتی افرادی که میخواست بهشون تجاوز بشه، یعنی در معرضش قرار گرفته ولی تجاوزم صورت نگرفته، و افرادی که بهشون تجاوز شده، اینا میتونن بیان اونجا فقط در بزنن، وارد بشن و کمک های مهمی اونجا، یک تیم بزرگ پزشک متخصص و جامعه شناس و چند مددکار اجتماعی و اتاقهایی که اینا میتونستن تا زمانی که این فکر از مغزشون نرفته بیرون، اون ترس و وحشت رو دارن، اونجا بمونن و بعد کمک های دراز مدتی که از طریق مشاوره و شرکت در جلسه های مختلف و تراپی و غیره. باور کنید من فقط یاد ریحانه افتاده بودم، گفتم ببینید اینجا چه امکاناتی میذارن، اونجا اون شخص رو اعدام میکنن. به هر حال زمانی که ما خودمون رو برم حالا روی قسمت کانکرت کارهایی که کردیم در رابطه با کمپین بین المللی ریحانه، ما به اون کمپین پیوستیم، به ملاقاتی با دولت سوئد داشتیم و برگه هایی بود که با کیس ایشون و امضا جمع می کردیم، به دولت های مختلف می دادیم، در سطح اتحادیه اروپا هم این امضاها برده شد و تظاهرات گذاشته شد جلوی ساختمان دولت. و حتی من یادمه که یک شب یا دو شب قبل از این بود که مثل اینکه ریحانه رو جابجا کرده بودن، ما ساعت 10 شب جلوی ساختمان دولت بودیم که اونجا قطعنامه ای به نگهبانی دولت داده شد که این دختر رو دارن میبرن و اعدام میکنن. از این به این خاطر، چون کشورهای مختلف در برابر جنایاتی که جمهوری اسلامی میکنن ساکت هستن، حرکتهای ما بسیار مؤثره که اینا رو وادار کنیم که یه کارایی بکنن. خود سازمانی که من باهاش کار میکنم در رابطه با حقوق زنان، یک گروه تئاتری داره که یادم گروه تئاتر ما در خاتمه پارسال تئاتری رو اجرا کرد به نام 3 اتفاق وحشتناک 2014، که یکیش به وجود اومدن داعش بود و اسیر شدن زنان به عنوان بردهای جنسی در دستان داعش، و دوم اسید پاشیدن روی صورت‌های زنان، و سوم اعدام ریحانه جباری، که من فکر کنم خود شما هم آقای آرش یکی از بازیگران این تئاتر بودید و این تئاتر بسیار مورد استقبال قرار گرفت و جای مختلف ما اینو نشون دادیم و من شاهد بودم که خانمای سوئدی گریه میکردن زمانی که اون نمایش صورت میگرفت. به هر حال هرچی از دست ما برمیومد کردیم. درسته که متاسفانه ریحانه عزیز اعدام شدن، ولی ریحانه کسی نبود که بیاد و بره، و ایشون با اعدام شدن خودشون به نظر من نقطه عطفی شد تو این که جهان بدونه که زنا وقتی که مورد تجاوزم قرار میگیرن نمیتونن از خودشون دفاع کنن و اینقدر بیحقوق هستن. و به همین خاطر همونطور که خود خانم پاکروان هم گفت، باید یک دادخواهی بشه و این دادخواهی به کمک ماهاست و سازمانی که من باهاش کار میکنم با کمال میل خودشو در اختیار اینو جنبش و اینو تلاش برای حقیقتا من چی میتونم بگم، به انتقام معتقد نیستم، ولی به این که چرا باید ریحانه و ریحانه ها اعدام بشن، از این نظر باید کارهای زیادی رو کرد و در این مسیر هم ما فراموش نکردیم و مطمئنا این کیس همیشه روی میز ما هست که بشه یک برگی که باید روش کار کرد.
ممنون از شما خانم علیپور و همچنین شما خانم پاکروان بابت توضیحاتتون و ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتید و به این برنامه اومدید. خیلی ممنون. آقای آرش بفرمایید. اجازه بدین من یک جمله فقط بگم. بله بفرمایید. خانم علیپور، در مقابل اون مسئله‌ای که شما فرمودین اتاق‌هایی هست برای دخترانی که در معرض تجاوز قرار گرفتن که بهشون آرامش بده، بهشون به اصطلاح اعتماد به نفس بده، قاضی ناعادل این مملکت، مایه ننگ واقعا قضاوت و عدالت، آقای تردست بارها به ریحانه گفت ای کاش تو میذاشتی به تجاوز میکرد بعد تو میومدی شکایت میکردی. اینم از طنز روزگار ما در شرایطی که ما زندگی میکنیم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و اینکه من تا پایان عمرم دو تا وظیفه برای خودم قائل هستم. یک وظیفه مخالفت با هر نوع اعدام، یعنی اگر حتی الان مرتضای سربندی که ازش نفرت دارم واقعا و نمیتونم ببخشمش، حتی اگر مرتضای سربندی از قبل در بیاد و بگن باید اعدامش کنین، من میگم اعدامش نکنید. اینقدر مصر هستم در مخالفت با اعدام. و وظیفه دومم مسئله قانون، قانون دفاع مشروع که بچه من قربانیش بود. خیلی ممنون از اینکه اجازه دادین که من این تکمله رم بگم. خسته نباشین خانم پاکروان و خیلی خوشحال شدم که در کنار شما بودم. شما واقعا یک الگوی خوبی برای ما هستین که به راهمون ادامه بدیم. ممنون. شما محبت دارید. مرسی. ممنون از شما، ممنون بابت توضیحاتتون و ممنون از اینکه به این برنامه اومدید و دعوت من رو پذیرفتید. براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو میکنم. مرسی که با ما بودید. شماره تماس و آدرس ایمیل پایین صفحه هست. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. من آرزو به همراه همکارم آرش راجی در اتاق فرمان هفته خوش رو براتون آرزو میکنیم.